Make death to America great again. شکایت آخوند رو باید از آیت الله کرد. شکایت داروغه رو باید پیش شاه برد. شکایت مردم عادی رو باید پیش کی برد؟ تو این کشور هم شهادت کردیم بگیم که چشم چشم عید بهاره، شکوفه ها رو نگاه کن. چیه عید شده؟ چند درصد گرون شده؟ چی گرون شده؟ شما ها عادت کردین؟ من این بچه 3 ساله هم تو ایران به هم میگن این کار بکن اون کار بکن، خفه شو از این ور برو از اون ور برو، اینجا وایسا تو این صف وایسا تو اون صف وایسا، این کاری که ما میگیم بکن اون کاری که ما میگیم نکن. میگیم چشم بشین چشم، پاشو چشم، نون گرون شد چشم، تاکسی گرون شد چشم، گوش گرون شد چشم، اونی که گرون شد نخور چشم، اونی که پول نداری نرو چشم، اونی که نمیتونی بخری نخر چشم. پدرم بهم میگه پیرنات کثیف شده برو پیرن بخر، میگم چشم. داروی جدید بخر برام، میگم چشم. دارو خریدم مال یه شرکت دیگه است، میگه تو میخوای سر من کلا بذاری دارومو عوض کردی، میگم چشم. میرم داروخانه میگم لطفا داروشو عوض کنین از همون شرکت قبلی بدیم، میگم اصلا پس نمیگیریم، میگم چشم. بعد دوباره میرم تو ترافیک میگن از این ور نرو، میگم چشم. میگن اینجا بنبسته، میگم چشم. میگن در توالت ها رو بستن، میگم چشم. میگم مسجد تعطیله، میگم چشم. میگم بگی بکپ، میگم چشم. میگن خفشو، میگیم چشم. میگن حرف بزن، میگیم چشم. میگن شعار بده، میگیم چشم. هرچی زر میزنم میگیم چشم. میایم تو اینترنت فوش میشویم، میگیم چشم. میگن اینجوری آپلود کن، میگیم چشم. میگن اونو حرف از اون نزن، میگیم چشم. میگن حرف از این بزن، میگیم چشم. میگن خفه شو از چیزایی که ما خوشمون میاد فقط حرف بزن، میگیم چشم. میگن بخند، میگیم چشم. میگن لبخند بزن، میگیم چشم. میگن گریه کن، میگیم چشم. میگن سینه بزن، میگیم چشم. میگن زنجیر بزن، میگیم چشم. همش میگیم چشم. یه بچه 3 ساله هم، میگم چشم. شیرتو بخور، خفه شو، چشم. پیر میشیم هر روز، یه روز دیگه، یه هفته دیگه، یه ماه دیگه، میاد و میره، میاد و میره. این ماه گذشت، یه ماه دیگه. چقدر پول در آوردی؟ چشم. انقدر بهت پول میدیم؟ چشم. دکتر میگه مریضیت شفا نداره، میگیم چشم. میگه در پشت سرت ببن، میگیم چشم. موتور رو گذاشته بودم کنار، داشتم تعمیر میکردم، یه موتوری اومد بغلم وایساد، همینجور وایساده بود، همینجور، یعنی نشسته بود روی موتورش، تکون نمیخورد. حدود یه روبی گذشت، هرچی نگاش کردم اصلا تکون نخورد. یه روب گذشت، یکی اومد، بچه لاغر مردنی، هروئین داد دستش رفت. میدونی از کجا میدونم هروئین؟ چون کشیدن همونجا با دماغشون کشیدن رفتن. بچه بودم، یعنی نسبت به سنی که حساب کنی 20 خورده ای سال بیشتر نداشتم. زندگی عجب غریبه توی مملکت، ما نمیدونیم چه خبره. ما که میگم شماها رو نمیگم، خودمو میگم. خمینی میگفت میخوام برق و ارزون بکنم، رایگان بکنم، برای مستضعفا بکنم. بعد فکر کرد که فقط خودش یکیه، همیشه میگفت ما میخواهیم برق را رایگان کنیم، آب را برای تان رایگان میکنیم. همیشه جمله هاشو جمع میبست، چون تصورش این بود که بقیه هم باهاش یکی هن. فکر کرد تمام اون دولتی هایی که خودش انتخاب کرده باهاش یکی هن. هیچ قصد تعریفی از خمینی ندارم، ولی هرچی که بود اینقدر متفاوت بود نسبت به بقیه اطرافش و اینقدر ساده لوح بود که فکر کرد که بقیه هم مثل خودش هم. فکر کرد هر کسی معممه مثل خودشه. شاید خامنه‌ای تو ذهنش یه چیزایی داره که ما نمیدونیم، شاید واقعا یه پروژه‌ای داره، حرفایی داره که میلیون‌ها بار نگفته، چون تو این کشور کشور لفافه‌گوییه، فروکش میکنن حرفاشونو، خفقان میگیرن، ابراز نمیکنن، مستقیم و صریح حرف نمیزنن، به هم دیگه اعتماد ندارن. توی همچین جامعه‌ای حتی اگه انسان واقعا وارسته هم باشی، حتی اگه واقعا بهترین رهبر دنیا هم باشی، انقدر سیستم فاسده که نمیتونی ازش تکون بخوری. چی رو میخوای تغییر بدی؟ چی رو میخوای تکون بدی؟ از این بچه‌ها، از این بچه‌هایی که فقط امروز و فردا میکنن،
با هم دیگه بازی میکنن. همه چی توی این مملکت بازیه، اقتصاد بازیه، زندگی بازیه، سیاست بازیه، مذهب بازیه، همه چی ابزاره. استفاده کن، لذت تو ببر، بعد برو گم شو. مثل کفدار هستیم، سعی میکنیم تا ببینیم یه کسی داره در حال مردنه، میریزیم سرش برای منافع خودمون، هر کی بیشتر بتونه بهتر. اصلا برای اون مهم نیست اون حیوانه داره زرج میکشه، مثل کفدار میریزیم به جونش تا میتونیم شیرش رو میکشیم بیرون. من گندم مال من، هرچی که دارم مال تو. اردیبهشت داره تموم میشه، اصلا نفهمیدیم چطوری عید گذشت، نفهمیدیم چطوری چی شب چطوری روز میشه، چطوری صبح شب میشه. سر کله میزنیم، 1,000,000 منو دادی، 700 تومن منو واریز کردی، 1,000 تومن من چی شد؟ آقا این میوه ها چنده؟ وقتی ایرانی ها حرف میزنن میگن سیب زمینی چنده، تخم مرغ چنده، موز چنده، مرغ چنده، لبنیات چنده. آقا از اینا داری؟ از اون یکی ها داری؟ اینا چه مدلیه؟ اونا چه مدلیه؟ چقدر میخوای اینا رو بپرسی؟ خسته نشدی؟ چقدر میخوای مرغ بخوری؟ تخم مرغ بخوری؟ خسته نشدی؟ چقدر میخوای رانندگی کنی؟ خسته نشدی؟ ببین تهران من تا اونجاست، تا دم اون کوها. میلیون ها سال پیش اینجا یه زلزله شدید اتفاق افتاده، این کوها به وجود اومده، همین تپه که من الان روش هستم در اثر زلزله به وجود اومده. اگه اینا نبودن نمیدونم اصلا تهرانی وجود داشت. ما تا اینجا می اومدیم، محصور بودیم به این فضا. چی ما رو معنی کرده فقط اینجا باشیم؟ چی باعث میشه من فقط این زبون استفاده کنم؟ چی باعث میشه روی کارت ملیم بنویسه متولد کجام؟ چرا به هم ویزا نمیدن؟ چرا جای دیگه نمیتونم برم؟ آره نق میزنیم، نق میزنیم. اینجا رو نگاه، اینا خونه های جدید ارتشن، هنوز ساخته نشدن، قرار ساخته بشن، در حال ساخت هستن. این ساختمون همش پر از افغانی هن، الان کارگرای افغانی، نوجوان، جوان، بچه. صبح ساعت 6 میان اینجا، میرن تو طبقه ها، ماسه و سیمان رو با هم قاطی میکنن، آب میزنن، دوغاب میزنن، کلنگ میزنن، تیشه میزنن، متر میکشن، شاغول میکشن، ماله میکشن، یه نون و پنیر میخورن، دوباره شب برمیگردن توی خونه، توی اتاق 10 متری 8 نفر 10 نفر تو هم دیگه میلولن، دارن زندگی میکنن، دوباره باید بگیرن بخوابن تا ساعت 6 صبح فردا. کار میکنی، کار میکنی، 60 سالت میشه دیگه، وقت مردنته، تازه بازنشسته میشی، کار میکنی، کار میکنی، پول در میاری، 2 تا 10 تا میکنی، 100 تا میکنی، میری در مغازه صبح جارو بکش، جارو بکش، ته بکش، ته بکش، جارو بکش، بشین موبایل تو بازی کن، ای موبایل بازی کن، هی برو تو اینستاگرام، هی برو تو خرگرام، درگرام، مرزگرام، وقت تو تلف کن، صبح شب میشه، شب برمیگردی، غذا کوف کن، بعد بگی بخواب، تلویزیون نگاه کن، یه فیلم چرت و پرت نگاه کن، نیمه نصف نیمه خسته و کوفته بگی بخواب. بعد به یه سنی میرسی، یهو یه روز از خواب بلند میشی، میبینی کمرت درد گرفته، که نمیتونی از جات بلند شی، میبینی قلبت درد میکنه، بعد تا زیادت میفته که عمرت گذشت، چیکار کردی؟ عمرت گذشت، تموم شد، به همین سادگی. چند تاش مونده؟ چند سال دیگه مونده؟ فکر کنی 10 سال دیگه زنده ای؟ از کجا میدونی؟ از کجا میدونی تا 20 سال دیگه زندگی باشی، زنده باشی؟ از کجا میدونی از در یه خونه رد بشی، یه ماشین بهت بزنه له بشی، یا شب که خوابیدی زلزله ای بالاخره بیاد، همین ساختمون رو سرت خرد بشه؟ نمیدونی. اما این درخت ها رو بپرسی، سالهای سال اینجا هستن، سالهای سال اینجا دارن زندگی میکنن، آب ندارن باز زندگی میکنن، تو نمیدونی اصلا چطوری زنده هستن. برگاشون همه سیاه شده، قرمز شده، زرد شده، تازه اول بهاره، ببین چه وضعی دارن، آبی بهشون نمیرسه از خشکی، ولی زنده هستن، زندگی میکنن. اینا پابسته هستن، کاری نمیتونن بکنن. اما تو چی؟ تو هم پابسته هستی، تو هم خسته هستی، تو هم دلنگران هستی، تو هم تنها نشستی، تو هم بیرمق هستی. بازم به همون میگن خفه شو چشم، بشین چشم، حرف نزن چشم، نگو چشم، اعتراض نکن چشم، شعار نده چشم، حرف بد نزن چشم، حرف خوب بزن چشم،
بگو چشم، بخند چشم، نخند چشم، گریه کن چشم، برو خونه چشم، یه غذا بخور و بگی بخواد دوباره چشم. اینجا رو نگاه کن، توالت عمومیه، درشو بستم، دارم همه جا رو قفل میکنم. چرا قفل میکنم؟ چون به خودمون اعتماد نداریم، چون دزدیم. زن خیابونیه، جالبه. پیرو مرده رو نگاه چی پوشیده، موسیقی